منچستر یونایتد بازی برده رو با هنرنمایی مالاسیا و کینگ مگوایر با مساوی تعویض کرد. شاگردان اریک تنهاخ بازی رو طوفانی آغاز کردن و ثانیه 30 روی پاس آنتونی سانچو در موقعیتی تک به تک ضربش رو زد و به گل هم تبدیل شد، اما به دلیل آفساید این گل مردود اعلام شد و بازی همون 0-0 موند. بعد از این گل مردود همچنان حملات منچستر ادامه داشت تا اینکه دقیقه 14 روی پاس برونو فرناندز سابیتزر ضربش رو با پای چپ زد و این توپ به تور دروازه سویا بوسه زد و بازی رو 1-0 منچستری ها جلو افتادن. همچنان حملات دیوانوار منچستری ها ادامه داشت تا این بار دقیقه 20 روی ضد حمله عالی و سرعتی منچستری ها این بار پاس مارسیال باز هم رسید به سابیتزر، اون هم هنرنمایی خودش رو نشون داد و باز هم توپش رو تبدیل به گل کرد تا در نیمه اول شاگردان اریک تنهاخ بازی رو 2-0 به رخت کن برن. در شروع نیمه دوم بازی متعادل پیش می رفت، اما موقعیت جدی منچستری ها بیشتر بود. دقیقه 60 روی ضد حمله و حرکت دیدنی آنتونی که مدافع مقابلش رو محو کرد ضربه‌اش رو هم فنی و دیدنی زد، اما تیرک دروازه مانع از باز شدن دروازه سویا شد تا لحظات آخر بازی منچستری ها کامبک رو دریافت کنن از سویا. دقیقه 86 این بار روی اشتباه مالاسیا ضربه خسوس نواس هم به مالاسیا خورد و دخیا هم نتونست کاری بکنه تا گل اول رو منچستری ها دریافت کنن. بعد از این گل مارتینز هم با مصونیت به بیرون رفت تا منچستری ها کارو 10 نفره آغاز کنن و هری مگوایر هم برای سویا هنرنمایی کرد. دقیقه 92 روی ضربه سر یوسف نصیری با برخورد به هری مگوایر گل به خودی دیگه ای ثبت شد و سویا بازی 2-0 باخته رو در اولترافورد 2-2 کرد تا در ورزشگاه سانچز پیسخوان امید به صعود به مرحله نیمه نهایی لیگ اروپا رو داشته باشند و منچستری که در 50مین بازی اریک تنهاخ روی نیمکت سرمربیگری اون کامبک خورد، تعویض‌های عجیب و غریبی رو امشب آقای تنهاخ انجام داد و شاید یکی از مقصرای اصلی این کامبک علاوه بر هری مگوایر که همیشه هنرنمایی میکنه میشه آقای اریک تنهاخ به نامیم که واقعا تعویض‌های خوبی رو انجام نداد، تیمش رو کاملا دفاعی کرد و نتونست مقابل سویا در نیمه دوم اون نمایش درست و حسابی و اصولی که باید داشته باشه رو نداشت و به هر حال منچستر دو گلی که دریافت کرد میتونه در بازی برگشت براشون گرون تموم بشه. و در نهایت ممنون که با نگاه زیباتون ما رو تا آخر ویدیو همراهی کردین. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و مثل همیشه ممنون از لایک، کامنت، سابسکرایب و همه ی حمایت‌های شما عزیزان. من مهدی کبیری، اینجا فوت نیوز و خدا یار و نگهدار همگی شما عزیزان.